زحمت کشید. تسلیت از اون شانه که غم آخرتون باشه، ولی با رفتن استاد کمر بازار منبت هم شکست. آره سعدی، پدری خدا بیامرز ما، تو این بیر و نقل کسادی بازار که هیچی دست و دلش به منبت نمیره. در هر صورت خدا بیامرز، غم آخرتون باشه. زحمت کشید. بر محمد و آلی محمد صلوات. میکنه ها عزیز من، الان وقتی این حرف باست زشته. رادیه اینجور نگو، آخه قدرتم ناسلامتی برای دلت انسان. برادر من فقط مجید است، تو به خودت شاهدی این برادر ناتنی چقدر خون به جگر آقا جون من کرد. من نگران قدرت نیستم، من از این میز ملک میترسم. آخه یکی بهش بگن اون وقت داداشت بهت احتیاج داشت کجا بودی؟ حالا خدا رو شکر دایی دون بالا سردونست، اگه نه میخواست حتما پدریم بکنه، بالا سردون پدریم بکنه. بعده من ها دلم به حال مجید میسوزه که میخواد با این جماعت همکلام بشه. راضیه جون، من فکر کنم آقا مجید عاقل تر از این حرف هست که گل ظاهر آدم ها رو بخوره، فقط باید یه ذره توجیهش کرد. همین زحمت کشید. لطفه در اینجا لازم است بقای عمر همگی باشه. زحمت کشید. مرحوم استاد یه دمه تشنه بیاد. اگه اجازه بفرمایید فردا با یه سری از کسبه بازار انشاءالله بیایم پیدون. هر طور صلاح میدین سید. چشم، زحمتتون میشه. چه زحمتی، وظیفه است. البته آقای مهندس شما هم حتما تشریف بیارید. چشم. با اجازه. رحم الله من یقرا الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. مرجان مائده صدا کن بریم. داداش چه حرفیه، شام دور هم زشت بابا مردم دارن میگن. شما نمیخواد نگرانی من باشه، شما به فامیلاتون برسید. کجا این پس؟ آقا قدرت زشته، مردم دارن نگاه میکنن. کجا میخوای بری؟ زشته میموندیم شام. شام میریم بیرون یه جای خوب. با اجازه دم بیام. با اجازه دم. خب عمو جان، مجلس دیگه خودی شده، من برم بهتره. عمو تو رو خدا این حرفو نزن، این چند وقتم که هتل خوابیدیم ما کلی خجالت کشیدیم. شام دوره همین، بعدا هر جا خواستیم بریم. قربونت برم، از قول من از مادرتم خدا حافظ. زحمت دایی جون، عمو داره میره، نمیخوای یه چیزی بهش بگی؟ میرزا ملک اهل کمالاته دایی جون، خودش بهتر میده کجا راحته. لا اله الا الله. خدا حافظ. خدا حافظ. اینجوری بعد شد میرزا. Thank you.
لپتاپ من کجا؟ الو سلام فریبر جون. قربانت، ممنون. باور کن شرمنده، من یه ذره کارام خورده تو هم دیگه. کارامو که انجام بدم برمیگردم. میدونم. میدونم. چشم، همین امشب کارتو شروع میکنم. خداحافظ. قربانت، خداحافظ. مادر، همینه؟ بله. خب درس کی بود؟ خب ایشی راضیه بود. خب باز چی درس میزنه به وسیله شخصی من؟ میگم میزم علیک نگفت که من گرده چی را؟ از که تا حالا بزرگتره و کوچکتره آمار رفت آمدشونو میدن. زندگیمون ریخته به هم. قدرت کم بود. حالا یکی باید بیاد کینه بین عمو ملک و دایی رو حل کنه. بابات به دایید گفته است. بعدی هفتم همه دون سیاه رو در بیاری. برای اینکه اوضاع بازاری منبت خراب است. بچسبین به کار. بله. از حواست هستی چی میگم پسر؟ مره، مره. مجی، فردا که میری سر کار، لخت حواست بیشتر به قدرت باشه. اونا دل خورست. برای اینکه بابات هیچی تو وصیت براش نذاشته. آقا جون که از چیزهای دیگه دو برابر برام گذاشته. دلیل ناراحتیش چیه؟ میدونم چی میگوی. والا به خدا من هیچ وقت بین شما و قدرت فرق نذاشتم. اما چیکار کنم؟ قلقش اینست. جنمش اینست. از همون وقت هم که مادرش فوت شد، بعدی فوتی مادرش، من که اومدم تو این خونه همینجور بوده است. خب، حالا چی میدونم؟ شاید هم دل خوره است. برای که همیشه میدوندار بوده، برای که همیشه هم کاره بوده. میگه که میخوام همه کاره باشم اونجا. حالا خدا رو شکر دست من تو این حساب و کتابا نیست. اگه دایی گفت قدرت برگرده سر کارش، والا به خدا من هم تهران کار دارم، میخوام برگردم سر کار زندگی. ای داد، چی کار کنم از دست شما؟ چی کار کنم؟ چه کار به دست همه؟ ای بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسکلا حسین، خدا رحمتش کنه، خدا بیامرزدش. یا علی، بسم الله. علی آخه دایی جون من؟ سفارشی بابا دایی هست. این طوری خیالی منم راحت ترست دایی جون. یاد. با اجازه. خلوم حسین، خدا رحمتش کنه، به من اجازه بده. خدا حافظه بیدون تسلیه در خدا رحمتش کنه. خدا رحمتش کنه. نونوار شد از همه چیز. چراغونی کردین به سلامتی.
آدم میمونه دیدس که اعضا فکر میکردم تا اربعینش مشکی میپوشیم. تو نبود اوس مرادی مرامی حقی قوم و خشکه پیشکش حقی شگردیه به جا میوردین حضرت استا با همو غار دست میگیریم برا کار نه زخم زدن به چوب و تنه رفیق زخم زبونه تنه تو مرامی ما نیست خوش اومدی برا تبریک اومده یه عرض تسکیت رختی سفید جا برای تسلیت نمیذاره حضرت استا آقامون یادگاری گذاشتن برام اومدم برای بیعت اما میبینم اینجا هم خلافت موروثیه اشهد بگم یا حضورم کفایت میکنه آقا قدرت شما ناسلامتی پیشکسوتی اینجا حق آب و گل داری در ذهن اگه دایی اجازه بده من هفته دیگه میخوام برگردم تهران دایی جون تازه عطی چوب به تنه دیشسته داره ده بوستا راست میگن تازه گردی چوب رو پته کته دم نیشسته است مهندس ما خاک رو رومون نیشسته است اما میباس حواسمون به تازه گلی اوس مراد باشه که یه موقعی خدایی نکرده خاکی نشن ریشه خاک باید خوب باشه امون از خاکی امون از خاکی نفرت زده که بزرش چینه است و جیاهش خار خارم نمیشه دیدش نمیشه چیدش خوش اومدی میبندم سوز نیاد عزت زیاد به به پسردای پاگوش آقا مهندس نبودین بردنی ها رو بردن تمونده گوشی چی کارم خوردن نره تو که نه سری پیازی نه ته پیاز دندون تیز کرده ای برای چی؟ منا که میبینی سرم به کاری خودم است و به سهمم هم راضیم آقا قدرت تو گل شیرا فقط یکیشونه که میره چه این کف داران که تهمون بخورن دادا کاش حرفی دلدم با زبونه دیگه کی باشه نمیدونی نمیدونی چه آتیشی زیرین خواستگر لونه کرده است که فقط یه فوت میخواد در رو برای چی بسته؟ بسته نمیست قربونت کامران میگم بازار همیشه اینگاه خلوته خبری نیست عزیز جون یه چند وقتیه فقط رو توشا خورده کاری این حرف ها میارن برام پرمانه بعد کار آقا دیمی هم تعطیل کردم خدا هم میدوند که این نوبتی ما میشه دیگه همه دنبال فرفرجند فرفرجه؟ اون عباد که هم ارزشش بیشتره هم قشنگتره چرا؟ یه تو میگوی مجید جون مردم دیگه نه پولش ها دارن نه وقتش که بخوان شیش مقاره سفارش منعبت صاحب استیلو راحتی و فرفرجه رو میگیرن سری سلام عوضش میکن حسن نباشه داری جون بگی بینم نارا طرف نعیمه دونش از پشتی میگیست جونم چی کار داشت باش؟ چیزی نشنفتی؟ دیدی که درا بستن منم نشنفتم تو چه نست جمال؟ طرف ارسی آقاش است، حقش است تو نمیتونی بپذیری؟ سهمی من و توه که یه اونجا جون کندیم و گرد تو خاک خوردیم ارسی باباشه که باشه آقا بالا سر که نیاوردیم برگرده تهران پی درس و عشقش یه کار جمال به کارت برس بده من اون موقع رو
من که کاری ازم بر نمیاد دایی جون. منظورم اینه که منبتکار که نیستم. درسته که بچگیمو تو این کارگاه گذروندم، اما کار من چیز دیگه است. بابا من طراحی صنعتی خوندم، نه طراحی سنتی. تا همین حالاشم کلی بدقول شدم تو تهران. پس وصیتون خدا بیا مرچی تو میشه. تو الان صاحب نصف این کارگاهی. اون خدا بیامرز حتما یه چیزی میدونه احساس یه همچین وصیتی کرده است. و الا کدوم پدری حاضر است پسش بذاره تو معذورات؟ حکایت قدرت و آبرو جز ما تو بازار بردن چه میدونی؟ کافیست اینجا نباشی؟ اون وقت دست میذاره رو همه چیز. نگرانی کارم نباش. خودم آروم آروم همه چیزا یادت بدم. این حرفا چیه میزنی دایی جون؟ قدرتمندتر از قدرتم بیجا میکنه رو حرف شما حرف بزنه. چناری به تاکه باشی قوت قلب است براشون. حواست کجاست تو؟ معلوم هست حواست کجاست؟ نگاه کن چوبا زخمی کرده. زخمی؟ زخمی یه جای دیگه است آقا جون. کجا را نگاه میکنی؟ کارت نمیکنی؟ مسیرمون با هم نمیخوره. شما مراهمید، اومدم برسونمتون. تعارف نمیکنم، میخوام یه کمی قدم بزنم. عجب، پس از کم سعادتی ماست. شما بفرمایید سوار شید. بفرمایید دیگه استاد معطل نکنید. با اجازه دنداش. جون فکر کنم این دفعه موندگار است. وایساده تا سهمشو بگیره. بیا برو پسه، اینقدر حرفی نجویده، بذار زبون نیار. خب خوش آمدید. این مبلای تو هتل کار کارگاه شماست؟ این صاحب هتل خیلی تعریف میکرد. بله کاری اوس مراده ساوز خلوم حسین. عمو جان آخه اینجوری که بد شد. ماما اینا خونه منتظرن. به خدا زشته تو هتلی. نهار میریم دوره هم یه چیزی میخوریم. به چشم مهمون به ام نگاه نکن. موندنی هم. بعد از مرگ مراد یکی باید هوایی خونواده رو داشته باشه. به هر حال بیاین بریم نهار خونه ما. زشت. بز و کامران برسونیم. بعد باید بریم جایی. کجا؟ وقتش که رسید بهت میگم، عجله نکن. سیاد امرو
ببین اگه صحبتی از مجید شد حرفی از من وسط نمیاری، یا میگی مجید رفته جایی کاری داشته میام. متوجه شدی؟ والا شما فرمان چشم رو چشم آمان افرد. یا علی به سلامت. باشه مامانی این مداد رنگتو جمع کن، میخواییم نهار بخوریم. باری کرده. سلام. سلام مادر. سلام. خسته نباشید. سلام. پس مجید کن مادر. یه کاری داشت رفت انجام بده، زود بر میگرد. بفرمون. دست شما درد نکنه. مجید از خیلی قبل به فکرش بودم، دل من میخواست زودتر بشه، ولی خب کارو گرفتاری مگه میذاره بابا؟ حاجی جون ساختمون خیلی خوش نقش است، دو سه تا خواب خوبم داره، دو سه روز نهایتا یه هفته میتونید مجوز اداری تجاریش هم بگیرید. آها مجید خوب همه جا رو وارسی کن، یه وقت به چشمت نعمت بگو تعارف نکنی. ها حاجی جون از اینجا بهتر نمیتونید پیدا کنید، هم برای داغونه اصلیه، هم نورگیر داره، هم قیمتش مناسبه. حالا اگه نظرتون رو نگرفته یا شرایطتون جور نیست، دو سه روزه میتونم براتون یه جای خیلی خوب پیدا کنم. ولی آخه همه جا دایی کلید کارگاه رو همین امروز صبح داده دست من، مسئولیت اون کارگاه رو سپرده به من. بابا جون تو برای خودت مردی شدی، مگه بچه‌ای که دیگرون برات تصمیم بگیرن؟ مهندس صنایع چه کارش با چوب باری؟ منبت عمو جان، مدرک منم مهندسی طراحی صنعتیه. حالا هرچی قدرت میتونه سرکارگر باشه، وایسا همونجا کار کنه، بقیه هم میتونن دور برش باشن. آخه شما خیلی چیزا رو نمیدونی. خیلی سال پیش قدرت یه چوب درجه 3 رو جای توت 30 ساله غالب میکنه به یه مشتری عرب. مشتری عرب هم چوبه رو میبره دبی. کارگرش از شانس ما بچه نجف آباد بوده. تا چوبو میبینه متوجه میشه، کار رو مرجو میکنه. آقا جونم قدرت رو از کارگاه میندازه بیرون. نه به خاطر اینا، به خاطر اینکه آبروی صنف رو برده بوده. اون وقت شما توقع دارید مسئولیت کارگاه رو بسپاریم دست قدرت. آقا کامرا جونم، دایی جون جونم، میگه تو و مجید با هم نرفتین خونه؟ بله. پس چرا با هم بر نگشتین؟ با هم بودیم، من تو را پیاده شدم، حتما یه کاری برش پیش اومده، بر میگرده. حالا چه کاری واجب تر از اینجا؟ شما کاری دارین بگوین من انجام میدم. نقل کار نیست و الا قبل از مجیدم چرخی اینجا میچرخی. ترسم از چویلا چرخه، میفهمی؟ بله. برو برس به کارت. آقا مهندس نایمده کشتی آدم غرق شده. سلام داداش، خبر داری دایی هست یا نه؟ اوز خلام حسین هم کلونی میشه بابا، از ما بهترونه، اما گمون کنم شما هم به کرکره کشون رسته ای، دارن تعطیل میکنن. مهندس هفت داشتم بادیم. به این بازار یه نگاه بندازیم، عمر این حرفه دیگه تمومه. با این دست هم عشقم که شما خونده بهتره جوونی و سرمایه برداری بدیم. آخه من که میدونم شما دلتون تهرونه. میگم یه وقت فکر نکنی داداش این آتنی چشش دنبالی اون سه دوی مغازستا، نه
خودت میدونی که من وقت سهر خاروندنم ندارم. تازه شم تا دو روز دیگه برای اون جمال و کامران من باید کار پیدا کنم. همه یه حرف حق رو زدی الویش. اگه آقا جون سه دنگه اون مغازه رو زده به نام من، لابد مصلحتی بود. الان هم هرچی دایی بگه، بگه مجید بره قدرت بیاد رو چشم، بگه مجید و قدرت با هم برن، باز هم رو چشم. یا علی یا قدرت. یا علی سلام. سلام دایی. سلام. کار داشتم. از فردا صبح سری ساعت در رو میبندم. هر کس دیر کرد و مون پشتی در، از همون جا برای همیشه میره. 52 53 53 بایده میشه 62 تا؟ بله. اون دوتا هم بیرون در هستش دیگاره. خیلی خوب، اینو به فرستش بره احتیاط کن. حسن دارم. متشکر. خدا حافظ. آی قدرت جون آقا دست دارم. سلامت بشه دستمنجه شما درد نکنه. قدرت میدونی اگه چک دست اینو نداشتن اینا رو با این قیمت رد نمیکردم. برای 45 میتر رو ول کردم اومدم اینجا نشستم. مال گرفتاریه ولی درست میشه به هر حال. خدا بزرگه. من با اجازه دون چکی ها می نویسم که با هم توافق کرده بود. اینم قابل نداره. درست گرفتاریم ولی انقدر داره جوان مرد است. لطف کنید. متشکر. متشکر. قیمت چم اگه کم اسم بگین. نه دیگه صحبت کردیم. ان شاءالله شما هم خیر ببینید. نهار شما نمونی. لطف کنید شما. تعارف نکنید. نخورده دون نیست. زنده باشید. با اجازه. قدرت جون بالاخره فرفوجو اسید اومده کار ما رو به هم زده. ما داریم تبونشو پس میدیم یه کارش میکنیم. ولی خدا نازنین آقا تو بیامرزه که همین اسم مرامید به داد ما رسید. فعلا ترجیح میدم جای دیگه نگم مرامید. صلاح تو اینه. نگو این کار بذار خیرت به بقیه برسه. بالاخره بچه ی آدم بزرگی هستی. ولی هر چی راحت. شما لطف. زنده باش. با اجازه. قربون شما بیام بالا. لطف. بسلام. خدا سلامت. سلام به شما. خدا. دایی جون بابای خدا بیامرزه چون رسد پر دستی من. ولی آخه دایی جون مدیجه مدیری این کارگاهی باید مواظب باشی. کی میری کی میای با چی میری با چی برمیگردی کجا میری اینا همش تو چشه میفهمی؟ میگم دادا اینجا راست مبلی و منبت کارا نیست؟ چی تو میگه؟ همینجوری میگم شما خودتون هم منبت کاری؟ منبت کار بودم منبت مرد اوستاشم مرد حالا دیگه دوره دوره ایناست مبلی استی نشکن ارزون مدی روز قشنگ حالا کاسبی هیچ میخواستی بذاری حداقل کفنی خدا بیامرز خوش بشه بعد لغز بکنی این مبل استیلاره میبینی؟ آه نه من آوردمش نه اصلا میدونم چی چی هست مردم میخواستم وقتی که سادی بازارم بیاد من زودتر میفهمم چون بو میکشه حالا دیگه بو چوبمون عبد در اومده است بده منبت و منبت کار از این اومدن ها زیاد دیده است اینایی که بازار رو برداشته است حوثه حوثی سلیقه و بازار اما منبت عشق زندگیه گوش کردی؟ من از کوچ نمی ترسم اما برات بگم اونی که موندنی است منبت سو منبت کار بخومی میاد
آخه شامه منم تیزه. بده. بیام عجی جون، قربونت برم. چای تازه داره، برات چای آوردم. دست شما درد. بخور عزیزم، نوشی چونه؟ تا بود قدرشو نمیدونستم. الان که نیست، تازه میفهمم چقدر بهش نیاز داشتم. دیشب خوابشو میدیدم. خیلی نگران تو بود. بلا تکلیفم مامان. بلا تکلیفم. دست و دلم به کار خودم هم نمیره. موبایلم رو خاموش کردم. میدونی چرا؟ از دست آدمایی که علافشون کردم. واسه اینکه پیمو نگیرن. تازه ببینم. مگه همین خدا بیامرز نبود که میگفت توقع مشتری یعنی حق و ناس مهمتر از همه چیزه؟ قربونت برم. تو تنهایی. بعد از این تنهایی در بیایی. تا از این بلا تکلیفی در بیایی. قربونت برم. تازه این تنهاییه که آرومم میکنه. من هنوز راه خودم رو پیدا نکردم. وقت شما میخوایی یکی دیگرم سرگردون کنم؟ جون. اگه نگران قولی هستین که به دایی دادین خیالتون راحت. اون به این وصلت راضی که نیست هیچ. خیلی هم ناراحت از برگشتنم. اینو از برخوردش میفهمم. قربونت برم. فردا شب قرار است دایی دایی نابیان اینجا. آتی هم میادش. قربونت برم. بابادم به خدا قسم به این وصلت راضی بود. این قدم نمیخواد تو ازدای دلخور باشی. والا اونم مثل من و تو قصه بابادا میخورید. هرچی من میگم شما باز حرف خودتو میزنید. خب چی بگم دیگه؟ حالا اینقدر هرس نخور. چایدو بخور. بخور هرس نخور اینقدر. سلام عمو. سلام. دیگه که نکردم. نه خب ببینم دفتر رو پسندیدی؟ اگه نپسندیدی یه دفتری جای دیگه پیدا کنی. ببینم عمو جون، قبل از اینکه اصلا به فکر دفتر رو نباشیم یه چند تا سوال برام پیش اومده، میخوام جواب این سوال همو بدیم. فکرشو میکرد. سوالت رو بکن. این داستان برای به چاوا جیم دیگه دیمی شده است. میخوام بدونم مشکل بین شما و دایی غلام حسین چی بوده؟ یه چیزایی هست که تو هم باید بدونی. چه مشکلی بوده که تا الان طول کشیده؟ آخ 40 سال پیش. خب بگون دایی جون، اتفاقا برای من همیشه سوال بوده. من و آقا از بچگی کنار دست بابامون بود. وای که بابا عاشق بوی چوب بود و صدای اسکنه و ارموی. من نه، دنبال چیز دیگه ای بودم، تجارت و حساب کتاب و این چیزا. مدت ها گذشت، تو اصفهان کارمون گرفت. تا اینکه توی سالی نحس پدر و مادرم حسب گرفتن مردن. میرزا رحیمم من مادر رو بودخون خودش بزرگ کرد. تا اینکه منم شدم شاگرد میرزا. دست و پنجه غلام حسین خوب بود، به دل آقام هم میشینست. کم کم مراد غلام حسین شدم رفیق گرمابه و گلستون هم دیگه. ما هم شدیم لولوی سر خرمن. مرچ
خودش راهشو از ما چست کرد. از همون اولم رابطه خوبی با پدر و برادرش مراد نداشت. کارگارم ول کرد. افتاد تو پول بازار. منو مراد شدیم از های دستی پدر. زن اولش که فوت کرد. مادره همین قدرت ها میگوین دیگه. درسته دایی جون. بعدش مادر زنی تو شد بانوی این خونه. غلام حسین شد پسر حاج رحیم. دیگه جایی تو خانواده نداشتن. خواهرشم شده بود نو عروس خانواده. آقام به کلی منو از یاد برده بود. به کلی. با وجودی که از کارگاه بیرون بودم غلام حسین به من فخر می‌فروخت. برای که خاری تو چیششون نباشن ول کردم رفتم شیراز. هرچی به ازشو بهتر می‌شد خانواده‌اش بیشتر فراموش می‌کرد. تا اینکه با سرمایه که تهم کرد رفت شیراز تا یه تجارت تازه را بندازه. 7 سالی ازش خبر نداشتی. تا اینکه مراد مرد. بعد از 7 سال دوباره پیدا شد. 7 سال از خانواده دور بودم. با وجودی دور بودم همیشه به فکرشون بودم. یه شب سر نماز بغض گلومو گرفت. دلم هوایی شد. دلم میخواست آقامو ببینم. سوار ماشین شدم و راه افتادم بیام اسمو. نمیدونم چی شد. ناغافل خوردم به یه تپه. دیگه نفهمیدم چی شد. وای بعد از یه هفته به هوش اومد. حاج رحیم قبل از فوتش انبارش به نام زده بود. خونه رو بخشیده بود به مراد و آباجی من. نصف کارگارم به نام من کرده بود. بعد از یه هفته سر کله مرش پیدا شد. دید سرش بی کلا مونده. شاکی شد. شاکی. اومده بودم حلالیت به طلبم. برای که آقام از من راضی نبود. غلام حسین من از خانواده دور کرده بود. برگشت شیراز. اما یه روز قبل از رفتن رو به همه کرد و گفت یه روز بر میگردم و انتقامی حق و جایی که ازم گرفتین دا میگیرم. حالا از اون خانواده من موندم و خوارم و مجید. با خودم عهد کردم بیام و انتقامی از غلام حسین بگیرم. اما با فوت ناگهانی آقا آتش 30 سال انتقام خاموش شد. گفتم کاری که برای داداشم نکردم لااقل یک کاری برای بچه ی داداشم انجام دادم. بوسخلاماسه کامران کار دو بکنی؟ کامران
سلام آقا مجی. سلام عزیزم. خودش رو مانه رسونده. تو رو خدا آقا مجی. چی شده؟ صبح دیر رسیدم. استاد رو رو بسته با نکرد. تو رو خدا آقا مجی. حالا مطمئنی تو هم؟ بله آقا. صداشون میاد از تو. تو رو خدا آقا مجی. دیشب تا صبح بیدار بودم. هر شب بیدارم آقا درس بخونم. تو رو خدا یه کاری کنین اخراجم نکنه. خیلی خوب آروم باش. تو رو خدا. کلیدو تو ماشین جا گذاشتی. تو که گفتی دیرم میشه. سلام آقا. سلام. چرا اینجا استادی؟ در بسته است آقا، باز نمی کنن رومون. نه عمو جون. خب در میزدی؟ نه بابا در زدیم. فکر کنم دارن کار میکنن، صدا در رو نشنیدن. عمو شاید یکی دیگه باشه دا سفارش هم برمون بیارن دایی جون. کلیدو برای همچی جاها گذاشتن. ولی آخه همون سلام دایی. علیکه سلام مجید. عذرش موجهه، یک کاری پیش اومد باید میرفتیم. گفته بود نباید دیر کنه. گفته بودم به موقع درم میبندم. نگفتم؟ برو سری کارت. ببخشید موسی. خودم دارم برات بگردونم دوباره سری کار. کاری هم که کردم برای تنبیهت بود. برو. این چه طرز صحبت کردنه؟ عثمراد زودتر از همه میمد سری کار، آخری همه هم میرفت. از فردام هر کی سری موقع بیاد دیگه کلیدم احتیاج نداری. کلید کلید. دایی جون. دایی از امروز رو اوستا کاری آقا مجید کار میکنی؟ خودم هم کمکت میکنم. بله. خوب نیست مدیری کارگاه یه مغار زدن بلد نباشه. کاره ده بکن. چشم آجون. هر بودن غیرتی هر رو میخواد و روز عاشورا را. کاری هر کسی نیست از این صافی گذشتن. سخته. بله. مورخ اگه مجیزگو باشه و فرصت طلب خود حرم باشی میکنه چمپ. جهل تاریخ سهله، این روزا جهل آدم میکنه. یه سری به چشمه بزن استاد. آب چشمه از سر چشمه گلالوده. چیه؟ کاره نبکنی؟ بیا جمال. جونم آبا جون.
این کلیده میگیری میری میدونه ما میگوید یکی ازوش بزنن تا بیفته دست اونون که دلش صاف از و بویی چوب بیدید بچشم آقا جون آمو این برا چه خبر؟ چه عجب ما شما رو دیدیم ده شبانه روز تو شهرتونیم یه نهار ما رو خونه نباید دعوت کنی؟ نهار ما فقرا چه قابلی شماست خانمون مزه نریز از همون موقعم که یه الف بچه بودی همین جوری بودی پدر صلواتی خانمون گفتم شاید وضع و روزگار ما رو برای آمومون اینقدر بد شرح داده باشن که آمومونم الان از روما رو بر میگرده بچه حرف که میخوای بزنی نیم دور تو دهنت بچرخون بعد بندازش بیرون میدونی راجع به کی داری صحبت میکنی؟ استاد غلام حسین بزرگ تیمچه منبته اگه ما دو کلون با هم کل کل میکنیم به بچه ها چی کار؟ نوع پنیری که ما قرار بود بیدیم چی شد؟ ما در خدمتتونیم هر موقع شما صلاح بدونیم ببین یه دو سه تا کار دارم تو شهر میرم انجام میدم میام تیمچه دنبالت خداحافظ خداحافظم بوس جما گفتم بدون بگم که چشدون به اون داد و بیدادی که اوس غلام حسین سری به چاکارگاه زد نباشه دا هرچی باشه از این به بعد سدونگی کارگاه مالی مهندس مرامیه از این به بعدم شما باید از اون دستور از اون خط نه از آقا منظور داره ده شما اگه یه چای بینه مکما بخوری خیلی چیزا دست دونی همین مونده با این خلقی تنگ آقام همه بهش بگن جمالی چایی با قدرت خورده است یا ما رو میبینی؟ پولش از پا رو بالا میده ولی حالا اومده است اینجا که دست و بالی ما رو بگیره با ما که باشی توبخونه هیتلر هم نمیتونه تکونه ده بود جما باید یه حرفایی دارم بیا بریم یه جا بیشینیم باید حرف دارم باید حرف بزنم اینجا که نه شب بیا قهوه خونه میبینمت باریکل قربونی آدمی چیست فهم الو آقا جون شب آقا جون تا نبود یه جور حالا هم که اومده سه جور دیگه بفرما آقا جون اصا دست میخواستی شد قاتلی جونت از وقتی این پسر اومده است یه روزی خوش نداشتیم با خودش قحطی که آورده است هیچ دست عموشم گرفته است کل میکشد این ملکم معلوم نیست بعد این همه مدت اومده است انتقامش را اسکی بگیره آقا جون به خدا اگه اینقدر آسمون بریزمون نبا پسر تو میدونی درباره کی داری حرف میزنی؟ ملک تنها بزرگتری قدرت و مجید نیست بزرگتری تو هم هست من خودم دونستنی ها رو میدونم تو برو به کارت برس برو به کارت برس پسر جمال تو هم به جایین که آتیش بیاری مرکه بشی تخم کینه و حسادت تو دلت بکش
میگم چقدر آسمون امشب قشنگه، نه؟ آسمون؟ بله، خیلی قشنگه. ببخشید آقا مجید، من میتونم یه چند دقیقه با اون راحت حرف بزنم؟ شما ناراحتی؟ من که راحتم. آها، این همون سنت قدیمیه، دختر پسر رو تنها میذارن تا بیشتر با هم آشنا بشن. بفرمایید، راحت باشید. شما چقدر منو میشناسی؟ شما رو؟ از اون سالی که نماز خوندن بهتون واجب شد سالی یکی دو بار دیدم بهتون، اونم یا عید بوده یا عروسی بوده یا عزا. دختر دایی، من شما رو نمیشناسم. نبایدم دختر دایی دونو بشناسی، آخه شما دیگه بچه تهرانی، خیلی وقت اونجا زندگی میکنی. ببین آقا مجید، من میدونم الان سرت خیلی شلوغه، به ازدواجم فکر نمیکنی. درزه اینم میدونم که تو تهران دخترای زیادی هستن که به فکر و کار و دنیای شما بیشتر نزدیکن، حتماًم بهتر از من میشناسینشون. اما من امشب برای گفتن این حرفا اینجا نیومدم. اگه به اصرار بابا ما همه اومدم اینجا که چند دقیقه با شما حرف بزنم، فقط به خاطر این بوده که بهتون بگم آقا مجید، یه ذره دور و بر یادونو بهتر ببینین، یه ذره حواستون بیشتر به دور و برتون باشه. بابام حالش خوب نیست، جواب آزمایشش هم خوب نبود. اگرم میبینین اصرار داره که شما سرپرستی این کارگاه رو قبول کنین، فقط به خاطر اینه که به اسم مرامی و منبعت خیلی تعصب داره، دلش میخواد این کارگاه دستی مرامی باشه. به بابا خودتون هم قول داده بعد سرش راحت بذاره سنه. حالا اگه شما قبول نکنی مجبوره کارگاه رو بده به یه مرامی دیگه، مجبوره یا بده به قدرت که وضع حالش اونه، یا مجبوره بده به جمال که ما راضی نیستیم. من امشب فقط اومدم بگم یه ذره بیشتر فکر کن، فقط همین. چه بزرگ شده دختر دایی. میگم راست میگی یا آسمون امشب خیلی قشنگه. فکر کنم شهاب سنگم بیاد امشب. اخماتو وا کن دیگه. میگم شما یه ذره سردتون نیست؟ چرا؟ خب بریم تو. دادا خوشمه، خیلی خیلی صفا آورد. سلامت باشی دادا. سرب ما بزنین ما تعالا، این کسی رو قید شما ندانیم. خدا حفظت کنه دادا. زنده باشی. همه جو قربونت برم. ببخ زحمت خودش ببخ. سرب ما بزنین خدا خونه خودت بوده. دایی یه دقیقه کارتون داشتم. جونم دایی. دایی میخواستم
چرا تته پته میکنی؟ راحت حرف ده بزن. والا دایی شرمندم. این چند وقت خیلی اذیتتون کردم. میدونم کوتاهی کردم. اما به خدا عمدی نبود. اصلا معلوم هست چرا جیجه گنگ شده؟ ببین دایی، قضیه اینجوری که شما فکر میکنین نیست. عمو ملک فقط میخواد به من کمک کنه. همین. تازه قضیه بین خودتون و عمو ملک هم برای من گفته. حرفی ملک ها نزه. بزرگتره دی. اگر هم چیزی از بین ماست، ربطی به شما جمعون رو نداره. دایی قضیه من از بقیه جداست. دیر و زود اومدن های این چند وقت هم همش تقصیر خودم بود. فقط ازتون یه چیزی میخوام. بگو. میخوام یه بار دیگه بهم اعتماد کنید و کلید کارگاه رو بهم بدید. قول میدم. قول میدم جبران کنم. قول میدم راضیتون کنم دایی. اصلا از همین فردا. همین فردا قول میدم قبل از همه دم کارگاه باشم. خواهش میکنم. خوبه. کلید جمال گرفتم. بیا. مدیری کارگاه توی قدری زادا بشناس و بدون زاکیدی چسته و الا این کلید دستی خیلی آبود اصلا هست. شب این جلسه زدن. زدن؟ آره. همه کارا رو هم بردن. چی بردن؟ کارا بود منو نمایشگاه تهرونا. اونا رو هم بردن. بگم اونم هر چی بوده آشنا بوده. کلید داشت. کی توه؟ از غلام حسین ناتوه. آقا مریضه. بی‌انصاف همه چی رو برده. دستت چطور شده؟ مجید حواست کجاست؟ دستت چطور شده؟ بریده؟ دستم؟ نه تو را داشتم میمدم خوردم زمین. آقا جون تو دفتره؟ بله. جمال درا بسته است. فکر کنم میخواد تنها باشه.
سلام آقا جون. چند بار در زدم آقا جون، چیزی نگفتین، هم شرمنده دیگه، کاری واجب داشتم. حالا این کاری واجب چی چه هست؟ مفصله آقا جون، باید بادون حرف بزن. بگوش میدم. ببین آقا جون، شما خودتون خوب میدونین تو همه این سالا من سرم به کاری خودم بوده و نیت بدی برای کسی نداشتم. از بچگی زیر دست شما و اوس مراد خدا بیامرز بزرگ شده. میدونم بعضی وقتا پام کج رفته، ولی همیشه پا رکابی شما بودم، همیشه خواستم پا جا پای شما بذارم آقا جون. ولی بعضیا حرفی آخر این که یکی چیزی میگم از روح حسادت نیست، فقط میخوام ماجرا برادون روشن شد و بدونین دور و برادون رو کیا گرفتم. همین جمال، مواظب باش اشتباه نکنی، به پا تهمتی بی جا به کسی نزنی. بعد فوتی اوس مراد خدا بیامرز دیگه شما خودتون شاهدین چه اتفاقی افتاد. منظورم اومدن و رفتن های مجید و عموشه. چطور بعد 30 سال آقا شده خانواده دوست؟ از وقتی اینا اومدن همه چی به هم ریخته و گره خورده، کاراشون مشکوکه آقا جون. مجید با این همه سفارشی شما هر روز پیش عموشه. میدونم مجید اهل این سنما نیست، ولی شاید بعضی بخوان انتقام خیلی چیزا رو بگیرن آقا جون. حالا شما اینو بذارین کنار این قضیه که عمو جونش با قدرت چیک چوچیک هم شده. نمیدونم خبر دارین یا نه، قدرت بعد این ناهار گرفته دیروز خان عمو جونشو. بسته دیگه، کافیه جمال. من میدونم دوزی کاری کی بود آقا جون. میخوان کارگاه چنگدون درارن استاد ریاهی، یکم به خودتون بیان. بسته جمال، بی خود تهمت نزن. این که فقط حق شما نبوده که پامال شده، حق همه بچه های کارگاه هم بوده. چشم همه این بازار دنبال این کارا بود آقا جون. من بی خود حرف نمیزنم آقا جون، واسه حرفم سند دارم. فقط میخوام ببینم حرف پسرت برات حجته یا نه. نه اینم حجت. تو مغازه خیلی خبر از پسر دارم. تو یکی حرف نزن که بیشتر همه از تو شاکیه. دیرو چرا من آقال گذاشت تو قهوه خونه؟ یواش یواشته پیادشه تا با هم به تو هم یکی این همه اونا. کجا میری؟ باید سواد حرف دارم. ما هم دیگه بس، کاری هم از که شده. اینجا آره خونه مرتب کنی؟ یالا الو
دایی جون تا ببری نسفندو دودش خفه کرد همه رو برش تو ببرش داداش خدا منو بکشه شما یه هوچر هم چی شدی؟ آقا جون ای بهترین پاشیم تا بریم خونه وا کجا ببریش؟ مگه حالا روزگارش نمیبینی؟ بخوریم دیگه آقا جونو ببریم خونه عمه جون قربونت برم این چه حرفی است که میزنی تو که میری دانشگاه جمال و کامرانم که میرن کارگاه میمونیم من و راضیه تو خونه که همیشه تو خونه خب پرستاریشه میکنیم دیگه حالا رفتن و ویل کنید از مجید چه خبر؟ نگفت کی میاد چند روز رفته؟ شما فقط دعا کن پیداش نشه خب حالا چیزی به من نگفت فقط یکی دو روز گفت که میرم و برمیگردم اما به چم یخته حالش خوش نبود انگار چم چمال بود دل واپسشم بمیرم الهی ببخشینا من میسی میگم ناراحت نشین ولی شما خیلی ساده این خیلی حاتیه من باید برم جایی کار کجا میریم وقت شب به تو هم باید جواب پس بدم دارم میرم کار دارم دیگه بله منم همونجا درو باز کن اومدم خود سر وصله بودن سلام سلام چی شد؟ حل شد چطور؟ یه مقداری خسارت دادم ولی حل شد چایی که میخواد؟ بدم نمیاد سلام خانم یه سینی چای اتاق 402 ممنونم بفرمایید بابا من گفتم یه چند روزی یه جایی جنسا رو قایم میکنیم و بعد من خودم میام دنبال جنسا و تو هم دستمزد دا دلار سلار حساب میکنی و تموم ببین شاسته این قراری خودته با خوده تو چی خیال کرده که یه بار جنسی درجه کو با هزار خوف از تو بازار بردارم ببرم یه جا قایم کنم بعد دو دسته بیارم تقدیمی آقا کنم که چی؟ آقا بره جلو آقا جونش اهلی بازار کمپوز در کنه که آی ای هنناس جنس ها رو من پیدا کردم و بعدش هم دوتا تراول کفی دستی ما و کلاس مدادا تو گمونی میکنی ما هم تو سنفی خودمون واسه خودمون آبرو داریم ها؟ حرفی زیادی موقوف هرچی رو که من میگم بی کم و کاست انجامش میدم بی کم و کاست وگرنه چی شازده؟ وگرنه چی؟ چی کار میکنه؟ همون کاری که تو میخوای بکنی خواهم واسه خودم آبرو بخرم و جوابم اه یکم چاه خونم تو فکر میکنی این تیزی که رو گردن دست اگه یه ذره بیشتر فرو بره تو ریغی رحمت رو سر بکشی کس میفهمه که تو اینجا بودی؟ از کس میدونه که تو اینجای؟ این تیزی که خودش رو گردن ای! خودت یادتون رفته بود برا گوره دگام کن نترس خرید ندارم تا اینقدر خاک به سری که یه کارا درست نمیتونه انجام بدی
باشه. خب پس که این تو خوبه. آها میبینمه. خداحافظ. قدرت بود، همه چی حل شد. خب به سلامتی. خب مسئله یه چیزی نداری؟ مطمئنی؟ مطمئنه مطمئن. هیچ وقت اندازه الان اینقدر مطمئن نبودم. این یارو کار بلده، سرمایه‌ش داره، تخصصش هم داره. اگه به حرف من گوش بدی مطمئن باش پشیمون نمیشی. جانم آقای صالحی. سلام عزیزم. قربونت برم، ما سفارش رو تهرونمونم بردن. چشم، من که عرض کردم خدمتتون که رو چشم آقا، چشم. من تماس میگیرم خدمتتون. یا علی، خداحافظ. بابا خیلی کارت درسته. همون کس چرا من عطلی؟ بریم خالیشون کن. کلیدم هستم. دوباره برگشتیم اصفهان. چیه خوشحالی؟ بله. میدونی چیه همون؟ تازه بار سنگین مسئولیتی که رو دوشم بود و میفهمم. وظیفه‌ای که به عهده من بود. تو وصیت‌نامه حرفی ازش گفته نشده. اما مطمئنم خاطر بابامو پریشون کرده. چی هم؟ قهر 30 ساله بین شما و دایی. مشکلی که بینتون ریشه دوونده و شده یک کینه فامیلی. عمو جون باید حلش کنید، هم به خاطر خودتون و دایی، هم به خاطر آرامش خانواده و روح آقا جونم. عمو جون، بالاخره نگفتید قدرت رو چجوری رامش کردید؟ با یه نهار تو خونش. نه جدی میگم، قدرت ته دلش صافه، اسم مرامی روشه. ببین کسی که بره تو راه توبه خدا خودش میبخشه، ما کی باشیم؟ این دستگاه حالا چی هست؟ ببین عمو جون، اگه این دستگاه تو همه کارگاه ها نصب بشه سرعت کار رو میبره بالا. اینجوری ما دوباره میتونیم بازار رو بگیریم دستمون. شاید اینجوری بتونیم دوباره بازار منبت رو احیا کنیم. یعنی من مطمئنم. آقا جمشید، جنس آدن خدا رو شکر نفروخت. قراره بعد زور بیارن کار بکن. تو این چک هم یه مبلغی نوشتم که باش بتونی کارادون رو راسویس کنی. مرحمت عمو خانه، خدمت شما. اون جنسا رو نفروختی، میخوای عودت بدی. تو این بازار خراب و کساد وام هم واسم جور کردی. قدرت چی تو کلته؟ شما که خودتون بهتر میدونی. ما یه دایی داریم که بزرگی بازار منبت. یه داداشی مهندس آیه آم. اونا به ما میگن بچسبید به بازار که بازار منبت یه تکونی بخوره. ما میگیم چش. اونا میگن بپه، ما میگیم چند متر. خدمت شما، بفهم. همه قضیه همینی که تعریف کردیه؟ آره به خدا. من خاطر جمع باشم؟ اینا همهش به خاطری رونقی بازار منبت. بفهم. میدونه قضیه چیه؟ اینا مال بزرگی روح اون آدم بزرگ استاد مرامی که نور به قبرش ببره، استاد همه ما بود.
که اینجوری حظش داره به منم میرسه. فقط این بازار منبت رونق بگیره خودم میدونم چجوری جبران کنم. بارکلله. حالا هم بزرگ دیگه خیرش اینجوری میدونست. دست درم لطف بدید شما. تو قفص سینه‌تون که دردی احساس نمی کنید استاد؟ خب خدا رو شکر. شما چه نسبتی با استاد دارین؟ والا استاد دایی خانم بنده هستن. چی تو مگه آقای تو؟ ایشون فعلا تا یه مدت نمیتونن کار سنگین بکنن، فقط میتونن کار روزمره شون رو انجام بدن. یعنی کار با هم نمیتونن بیا؟ ببخشید. سلام. من تا نیم ساعت دیگه بیمارستان هستم، بهشون بگیم منتظر بمونن، خودمو میرسونم. خدا نگهدار. عرض کردم کارگاه هم نمیتونن بیا؟ نه. فهمیدین استاد؟ خیلی اشتباه کردم میرزا، نمیدونم چی کار کنم. راه همیشه بازه، خدا ارحم الراحمینه بابا. شما میگین چی کار کنم میرزا؟ بابا جون بلند شو برو دست بابا تو ماچ کن، مطمئنم اونم میبخشه. آدم تا دلش تو کاری نباشه نمیتونه تمامش کنه، ولی الان دلم با هاتونه. خودم اومدم که بمونه. چایی حالا خورده دست درد نکنه کامل. اصلا دایی شاید حکمت وصیت بابام هم همین بود، اینکه خودم به این نتیجه برسم، خودم بفهمم دارم چی کار میکنم. الحق که به بابا خدا بیاموزد رفته. اشکالی کاری من نیستایی جون، این که میخواستم تو رو شکلی بابات ببینم، اما هرچون باید خودش باشید. ولی یه چیزی رو نفهمیدم، یعنی فهمیدم اونم این که آخه چرا دایی خودش اون مجسمه رو تموم نمیکرد؟ شما هم یه گوشه از دلتون تو کار نبود. اینه من، این من که اون اولش یه گوشه از دلم تو کار نبود. مجید چون میخواستم بگم که بی خیال، میخوای اون چکر رو بگی دیگه. بابا تو غیرتتو نشون دادی، فراموش کن. سلام. 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 جایی پس تو دو ساعت اصلا معلوم هم؟ او رفته بودم بارا تحویل بگیرم دیگه، از امشبم باری چوبمون تکمیله. الهی شو آقا بزنم؟ اول بسم الله کامران بپر. بسم الله الرحمن الرحیم. Thank you.
بپت آمد. قشنگ دیدی قدرت امیدوارم دایی هم خوشش بیاد. حتما خوشش بیاد. جا چطوره دایی؟ خوبه؟ بله خیلی قشنگه. اما بودن این دستگاه چی دیگه به معنی آز داره؟ این چه حرفیه میزنین دایی جون؟ کاری که این دستگاه میکنه با همه دقتش، ظرافتش کاری دست شما نمیشه؟ تازه این دستگاه فقط اجرا میکنه، برای اجرا کردن نیاز به طرح داره، طرح دست شما یه چیز دیگه است. حاجی غلام حسین از این دستگاه ها سال هاست تو دنیا کار میکنه، الان نیاز به طرح دست شما داره، یه جون دیگه به این کار میده. دایی جون. جونم دایی. من به شما قول میدم با این دستا که این طرح رو میکشه، با این دستگاه که آقا مجید آوردن، ظرفی یه سال آینده تمومی بازاری منبعد زیر و رو میشه. میگی نه؟ نگاه کنیم. پس آقا جون یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. ای بابا میرید برسید به کاراتون دیگه.